خامنه ای مدعی شد به دنبال سلاح اتمی نیست و داشتن آن را اشتباه می داند. جنرال دانفورد: به رژیم ایران پیام دادیم در صورت هر گونه حمله ای تلافی می کنیم. غرق شدن 3 دختر دانش آموز در چابهار. ولی فقیه ارتجاع روز گذشته به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در ژاپن پاسخ داد. وی که در جمعی از عوامل حکومتی در دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد، در پاسخ به دونالد ترامپ که گفته بود آمریکا حاضر به مذاکره است به شرط اینکه رژیم ایران به دنبال سلاح اتمی نباشد، مدعی شد که نه تنها به دنبال سلاح اتمی نیست، بلکه داشتن سلاح اتمی را اشتباه می‌داند. خامنه‌ای گفت: دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم، نه به خاطر تحریم و آمریکا، بلکه به خاطر مبنایمان که از نظر فقهی و شرعی حرام می‌دانیم. We watched that very carefully on Friday evening. We sent the message at that time to Iran just to make sure that they understood that جنرال جو دانفورد، رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا، طی سخنانی در مؤسسه بروکینگز در پاسخ به پرسشی در مورد تهدیدها از سوی رژیم ایران و اینکه چقدر این تهدیدها معتبر است گفت: در یک مقطعی ما روند تهدیدها را به شکلی دیدیم که دارد به هم نزدیک می شود. همان روز به رژیم ایران پیام دادیم که در صورت هر گونه حمله آنها را مسئول خواهیم شناخت. بعد در گفتگو با سندکام به این پرداختیم که در صورت حمله از سوی رژیم ایران چطور می توانیم هم در فرصت مقتضی و هم به طور مؤثر پاسخ دهیم. از همین رو ناو هواپیمابر لینکلن را از مدیترانه به منطقه فرستادیم. And we also sent bombers there as well as some Patriot missile systems. Those were designed to address what I saw as a gap in perception. جنرال دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره فعالیت‌های شریرانه و اهریمنی و جریان تهدید از جانب رژیم ایران گفت: جنرال مکنزی، فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه سندکام، و من به بحث در مورد آنچه که ما نیاز داریم تا سطح مناسب از حفاظت نیرو را برای افراد ما در منطقه تضمین کند ادامه می‌دهیم. این به معنی تحریک نیست، این برای حفاظت از افراد ما طراحی شده است. خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه اعلام کرد سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، طی نامه‌ای در اردیبهشت ماه گذشته خطاب به پر فیشر، رئیس اینستکس، هشدار داده است چنانچه اینستکس به مرحله اجرا گذاشته شود، این طرح و تمام کسانی که با آن مرتبط هستند ممکن است از دسترسی به سیستم مالی آمریکا منع شوند. وی هشدار داده است درگیر شدن در اعمال خلاف تحریم‌های آمریکا می‌تواند پیامدهای شدیدی در پی داشته باشد. روز چهارشنبه 3 دانش آموز دختر در یکی از روستاهای توابع شهرستان چابهار در گودال آبی غرق شده و متاسفانه جان باختند. این دانش آموزان 9 و 10 ساله در پایه دوم و سوم ابتدایی مشغوله به تحصیل بودند. اهالی این منطقه به دلیل نبود امکانات آب آشامیدنی لوله کشی مجبور به برداشت آب از آبگیرهای موجود در منطقه هستند و این 3 دانش آموز هنگام برداشتن آب از یکی از این گودال‌ها به داخل آب افتاده و غرق شدند.